ریحانه جباری را از اعدام نجات دهید. این خواست هزاران ایرانی در خارج از ایران است. این خواست کسانی است که در ارتباط با نهادهای بین المللی حقوق بشر خواستار اجرای عدالت در مورد ریحانه جباری هستند. دختر جوان ایرانی که گفته می شود دستگاه قضایی جمهوری ولایت فقیه است، دارد او را قربانی درگیری های پشت پرده ماموران اطلاعاتی حکومت و دیگر کارگزاران حکومت تهران سازد. در تهران نیز و سراسر شهرهای ایران میلیون ها ایرانی چشم دوختند به آنچه که در ارتباط با این دختر جوان ایرانی می گذرد و خواستار جلوگیری از اعدام او هستند، چرا که می دانند او در ماجرای قتل مردی که قصد داشت به این دختر نازنین ایرانی اهانت کند، قصد تجاوز به این دختر نازنین ایرانی را داشت، بیگناه بوده است. کسان دیگری آیا این کارگزار جمهوری اسلامی را به قتل رساندند؟ اگر چنین است، چرا دستگاه عدالت ولایت فقیه از افشای کامل آنچه که پشت پرده این قتل است خودداری میکند؟ آن سوتر، مسئولان قضایی جمهوری اسلامی زندانیان بند 350 اوین را به جرمهای تازهی متهم کردند. آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی فقیه، میگوید زندانیان بند 350 قصد تولید مشروبات الکلی داشتند. و خبرهای دیگر در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران یا نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن بارانی و نسبتاً سرد. به شما عزیزان سلام میگویم. همراه با میهمانان امشب تفسیر خبر بررسی خواهیم کرد خبرهای مهم روز در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران. با من و شما هستن برای نخستین بار در تفسیر خبر خانم مینا احدی، مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام که تلاشای بسیاری تا این لحظه به کار بردن برای جلوگیری از اعدام ریحانه جباری، و در لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه نگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. سلام به شما خانم احدی عزیز و همونطور که بینندگان هم بیتون به اطلاع بینند. خیلی ممنون. به اتفاق شما به لندن میریم. سلام میگیم به آقای ناصر محمدی هست. درود بر شما جناب چالنگی، سرکار خانم احدی و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. خانم احدی، میدونیم شما فعالیت‌های بسیاری در این مسیر انجام دادید. مسئله نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص در کانون این فعالیت‌ها تلاش برای جلوگیری از اعدام ریحانه جباری. آخرین تحولات رو در این مسیر از شما میشنویم. بله، آخرین خبر همین هست که ریحانه کماکان خب در همون ندامتگاه شهر ری هست و اتفاقا اشاره کردیم به حمله به اصطلاح به زندانیان سیاسی بند 350، یکی دو روز بعد از اون به بندی که ریحانه اونجا هست، یعنی ندامتگاه شهر ری هم حمله کردن و تعدادی از زنان زندانی، چون اونجا مخصوص زنان هست، کتککاری کردن و به اصطلاح اذیت و آزار دادن و این خبر هم پخش شده.
ریحانه الان شروع کرده به نوشتن سرگذشت خودش از وقتی که این واقعه براش پیش اومده و امروز چهارمین قسمت دلنوشته یا دردنامه خودش رو علنی کرد و همه مردم الان میتونن ببینن که چه اتفاقی برای این دختر جوان افتاده. تا اونجایی که به پرونده برمیگرده فعلا اجرای حکم رو عقب انداختن ولی هنوز قطع به اعلام نکردن که لغو شده حکم اعدام و به این معنا خطر هنوز روی سر ریحانه هست. نکته‌ای که مهمه در مورد کمپین نجات ریحانه اونم این هست که الان مردم ایران و مردم دنیا شاهد هستن، جلوی چشم اونا دارن طرفین بحث دارن مطرح میکنن که چه اتفاقی افتاده. مثلا تردست قاضی پرونده که حکم اعدام داده، شاملو بازپرس پرونده و شعبانی عنصر وزارت اطلاعات که الان به عنوان وکیل خانواده به اصطلاح مقتول وارد این قضیه شده، هر کدوم دارن حرفای خودشون رو میزنن و مردم دارن میبینن مثلا چقدر تناقض تو حرفاشون هست بعد از 7 سال. مثلا به طور نمونه در مورد چاقویی که ریحانه با اون به اصطلاح یک ضربه زده به آقای سربندی، یکیشون میگه 50 سانت بوده، یکیشون میگه 30 سانت بوده، یکیشون میگه 25 سانت بوده. یا در مورد دارویی که تو شربت ریحانه بوده، داروی خواب‌آور، یکیشون میگه داروی مسهل بوده، یکیشون میگه داروی ضد اسهال بوده. همه اینا به نظر من نتیجه این هست که یک کمپین بین‌المللی بزرگ و یک عطف توجه میلیونی به پرونده وجود داره و همه مجبور شدن راجع به این مسئله علنی جلوی چشم مردم حرف بزنن. به نظر من کمپین نجات ریحانه واقعا سند محکومیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی هست که خیلی راحت و اولین تصمیمی که میگیرن همیشه اعدامه و خیلی راحت میکشند و در مقابل این الان این کمپین بسیار مهمه. امیدوارم همه کسانی که الان پای صحبت ما نشستن این رو جدی تلقی کنن و تو این حرکت بزرگ با ما سهیم و همراه بشن. خانم احدی، یک همچی اتفاقی در آلمان بیفته، چه دستگاه قضایی، دستگاه پلیس، دستگاه هر چه که هست، چجور رسیدگی میکنن به مسئله؟ سوال بسیار خوبیه به نظر من، چون واقعا باید مقایسه کرد و دید که ایران چه خبره. اگه در آلمان یه اتفاق اینجوری بیفته، اولین مسئله این هست که خب طبعا اون دختر دستگیر میشه، میره تو زندان، ولی بهش به اصطلاح تحقیر و توهین نمی کنن. اصل بر براءت متهمه تو سیستم قضایی اینجا. بعد سعی میکنن وکیل داشته باشه، سعی میکنن تمام آثار جرم رو بررسی کنن، هیچ کس دخالتی تو این پروسه نکنه، همه چیز به اصطلاح سیستم قضایی مستقل عمل میکنه، وکیل میاد صحبت میکنه، بعد با خود اون جوونی که این قتل رو انجام داده سعی میکنن روانشناس ببرن پیشش، بررسی کنن تو چه شرایط روحی، روانی، زندگی، مشکلات مثلا به اینجا رسیده، و اگر ثابت بشه که قصد تجاوز بوده، در جریان دفاع از خودش مثلا چاقویی زده، این شامل تخفیف میشه توی حکمش و به نظر من خیلی انسانی، خیلی عادلانه رسیدگی میشه به این مسئله و هیچ وقت مثلا قاضی پرونده نمیاد علنی توی رسانه‌های عمومی نه فقط راجع به متهم بلکه راجع به خانواده متهم حرف بزنه. آقای تردست یک هفته قبل مصاحبه کرده و در مورد پدر ریحانه هم هر چی از دهنش اومده گفته. به نظر من اینا همش چیزایی هست که توی سیستم قضایی آلمان ابداً اتفاق نمی‌افته. که تازه شواهد داره که ریحانه چنین قتلی رو مرتکب نشد. اما این توضیح رو هم من بدم، در آمریکا قوانین در ایالت‌های مختلف فرق می‌کنه، اما در چون این موردی خیلی از قوانین فرق می‌کنه، در چون این مورد و مواردی نزدیک به هم هست. هر کسی رو در هر زمینه‌ای که دستگیر می‌کنه پلیس، بعد از تحقیقات بسیار بسیار زیادی که باید مدارک کافی باشه برای دستگیری، اولین چیزی که موظف هست بر اساس قوانین آمریکا برگرفته از قانون اساسی به دستگیر شده گفته بشه اینه که میتونه هیچ صحبتی نکنه تا زمانی که وکیلش باشه، چون ممکنه از صحبتاش علیه خودش استفاده بشه. این در مورد همه کسانی که دستگیر میشن. ولی اگر ثابت بشه که حتی به خاطر، یعنی به قتل رسونده، به خاطر دفاع از حقوق خودش، دفاع از خودش در برابر قصد تجاوز یا هر چه، یعنی مردی در خیابون میره کسی به شمله میکنه با اسلحه یا هر چیزی، ولی سرانجام اون کسی که مورد حمله قرار گرفته اگه تونست اونو از پا در بیاره بدونی که هدف قبلیش باشه یا قصد نداشته یا هرچی، خب از جون خودش دفاع کرد، در بسیاری از جاها بلافاصله از زندان بیرون میاد، آزاد میشه و
و به عنوان حق و حقوق شناخته میشه در بسیاری جا، به همین دلیل حق حمله اصلا هم هست و حالا بس مفصل است. این رو من فقط گفتم یه اشاره کرده باشم. آقای محمدی چرا چنین میکنه؟ چرا عدالت ولایت فقیه به این شکله؟ خب کسی قتلی مرتکب شده، بگردن پیدا کنن اون چی که میشه تشخیص داد، این دختر نازنین ایرانی، این دختر با این جثه ای که داره، انسانی با اون جثه رو نمیتونه به راحتی اونم در اون شرایط اداره جای هر جا که بوده به قتل برسونه. چرا اینقدر مبهمه؟ چرا اینقدر تیره و تاره؟ چرا اینقدر پرده های زخیم جلو وقایع کشیده میشه؟ ببینید جناب چالنگی، حالا گذشته از قتل ها و جنایات دیگری که تا به حال هم انجام شده و کم هم نبوده و ریحانه یکی از اونهاست، مسئله این استش که مقایسه فرض بفرمایید نظام جمهوری اسلامی با کشورهای دموکراتیک نظیر آلمان یا ایالات متحده که شما مثال زدید یک قیاس محل فارغ است. اینجا مسئله این استش که قانون اصلا حکومت نمی کنه، قانونی وجود نداره که حکومت کنه. در این حالی که فرض بکنید نظام میگوید بچه های بسیجی و پاسداران و دیگران در خیابان ها نیروی انتظامی میگردن دنبال این که یک اراذل اوباشی، فرض بکنید کسی مزاحم دختری شده است، بگیرن و شلاق بزنن و فلان، حالا یه دختر جوان 19 سالی در دفاع از خودش، حالا بگذاریم که اساسا وقتی بررسی هم بکنی ببینید اصلا این ضربه چاقو باعث قتل هم نشده، گیرم که فرض بکنید اصلا با ضربه چاقوی این آقا قانون کشته شده و اون آقای شیخی و اون مسئله دیگران در مسئله دیگر در میان نبوده. خب برای چی این کار کرده؟ آیا جز دفاع از خودش، جز دفاع از ناموسش کار دیگر؟ اینا که این همه بر اساس دفاع از ناموس دارن این همه شعار میده، خب یک دختری آمده از خودش دفاع کرد. ببینید جناب شالنگی، بذارین خلاصه حرفامو میگم. مسئله این استش که این آقا مربوط هست به وزارت اطلاعات، مأمور سابق وزارت اطلاعات، ختم کلام، تموم شد و رفت. مگر در قتل‌های زنجیره‌ای که آشکار شد که بسیاری دست داشته، مگر مجازاتشون کرده؟ او رو بردن حالا یه سعید امامی رو برداشتن قربانی کردن و اونم چون ترسیدن حرفی چیزی بزنه، یا در ماجرای حمله به کوی دانشگاه جز این که یک نفر رو، یک سرباز وظیفه رو به جرم این که یک ریشتراش دزدیده او رو فقط محکومش کردن. بنابراین قانون حکومت نمی کنه، مسئله رابطه است. وقتی نگاه می کنیم در همین زندان 350 که شما اشاره فرمودید و خانم هم اشاره فرمودن، وقتی میبینیم حالا دیگه جای مظلوم گذاره ما عوض شده، گوریا که زندانی ها حمله کردن. البته من تفسیر خاص خودم رو در مورد این مسئله حساب شده یه حمله به بند 350 دارم، یک مسئله کاملا حساب شده است. اینی که اینها نمیدونم چاقو داشتن، قیچی داشتن، وسایل ماهواره‌ای درست میکردن، مشروب میساختن، اینا که همش حرفای واقعا بچگانه و بسیار وقیحانه است. وقتی که میزنم اجمالا عرض بکنم خدمت تو، مسئله این استش که در اون کشور اون حکومت نمی کنه، ضابطه هاست که سرنوشت ها رو تعیین کنه. متاسفانه سرنوشت این دختر جوان هم 7 ساله که الان در زندان، دائما همسایه مرگ بالای سرش هست و امیدوار هستیم واقعا جمهوری اسلامی اقلا به خودش بیاد در این مورد خاص. ببینید چی کار کردن که فقط قصاص انجام بشود و خانواده فقط رضایت بده، حالا سهم اجتماع چی هست، سهم جامعه چی هست. اون وقت با کمال وقاحت رئیس قوه قضاییه در پاسخ انتقادات بین المللی از نقض حقوق بشر میگوید ما فقط قاچاقچیان جانیان رو اعدام میکنیم، اینا میخوان جلوی قاچاق رو بگیرن. مسئله این هستش که ریشش بر میگرده به اون مسئله امنیتی که این آقای سربندی داشته و عضو وزارت اطلاعات بوده. جناب چنانی به اعتقاد یعنی آقای سربندی رو میگید یا قاتل یا آقای سربندی؟ آقای سربندی خودش چون گفته میشه قاتل، سربندی هم
از کارکنان وزارت اطلاعات بوده که به خارج از ایران گریخته، فعلا در آمریکای لاتین هست. خبری هم در این زمینه منتشر شده که فقط من به اطلاع میرسونم، نه تایید نه تکذیب. در حالی که مأمور سابق وزارت اطلاعات بوده، اون شخصی هم که بعد از ریحان وارد آپارتمان میشود، شیخی نامی که وارد میشود که هنوز مشخصات کاملا اعلام نشده، اون هم مشکوک است به این که از مأمورین وزارت اطلاعات بوده. بنابراین اینها همش در پرده ابهام باقی مونده و فقط این دختر جوان. خانم احدی، ببینید در این چند روز پیش آقای خامنه‌ای باز راجع به زنان صحبت کرد در ایران. حجت الاسلام حسن روحانی هم درباره اهمیت زن و زنان صحبت کرد. حالا بگذاریم از اینکه نخ اصلی این صحبت‌ها این بود که زنان همان به که در خانه باشند. این حرف رو البته با لعابی از این قبیل که در اسلام زنان برابر هستند با مردان، اون یه بحث دیگه است، در جمهوری اسلامی زن به مقامات بسیار بالایی رسیده و از این حرف ها چون این لعابی سعی کردن جلوه ای بهش بدن. اما اگر یک هزارم این حرف ها درست باشه که توجه میشه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی، چرا باید ریحان قربانی یک دعوای داخلی امنیتی بشه در ولایت فقیه؟ واقعیت اینه که حکومت اسلامی از وقتی که اومد سر کار، یک مثلا وجه مهم این حکومت ضدیتش با زنا بوده. اینا وقتی که تازه رسیده بودن به مثلا به قدرت، اولین فرمانشون در مورد زنا بود. خمینی گفت یا روسری یا توسری، و در مقابلش تظاهرات های بزرگی سازمان داده شده بود که تو ایران، من خودم در دانشگاه تبریز درس میخوندم، دانشی پزشکی بودم، و اینا اولین فرمانشون رو علیه زنا دادن و ما اونجا تظاهرات سازمان دادیم. میخوام بگم که یه خصوصیت اصلی حکومت اسلامی زن ستیز بودنشه. قوانین شریعه در ایران هست و اینا سیاه روی سفید در این قرن نوشتن خون زنا کمتر از خون مردا ارزش داره. اینا زن سنگسار کردن توی اون جامعه و در مقابل زنای مدرن آزاده و آزادیخواه همیشه شلاق و نمیدونم شمشیر و زندان و توهین و تحقیر رو گذاشتن. بنابراین ما با یه حکومتی طرف هستیم که اتفاقا به نظر من تا اونجایی که به زنا برمیگرده، زنا اینا رو عاجز کردن، یعنی قبولشون ندارن، و وقتی خامنه‌ای میاد اون حرفا رو میزنه، در حقیقت از سر استیصال داره این حرفو میزنه. چون هر آدمی وقتی حتی به عنوان توریست هم بره ایران، میتونه ببینه که زنای ایران این حکومت رو قبول ندارن. سنت ها و فرهنگ و اخلاقیات و حجاب و سیاهی این حکومت رو قبول ندارن و تو زندگی خودشون یه جور دیگه دارن زندگی میکنن. تا اونجایی که به ریحانه برمیگرده اولین مورد نیست. آقای چالنگی، من سالهای ساله علیه اعدام فعالیت میکنم و از هر اپوزیسیونی، از هر فرد سیاسی ایرانی بپرسید اینو تایید میکنه که من کسی هستم که تلفنمو تو زندانها پخش میکنن و از زندان به من زنگ میزنن. یعنی تلفن من یه بخشی دارم، صداها رو ضبط کردم، همین الان 23 صدا، صدای جوان، صدای زن، صدای کسانی که تو سلولهای مرگ جمهوری اسلامی نشستند و دارم، و وقتی پای صحبت زنا میشینم میبینم که از لحظه اول که وارد زندان میشن، چون زنن خیلی تحقیر میشن، خیلی اذیت میشن، خیلی بیشتر کتک میخورن. به این معنا به نظر من کیس ریحانه و اینکه ما تاریک خانه های جمهوری اسلامی رو داریم روشن میکنیم با این کیس جلوی چشم میلیون ها نفر، خودش یه اتفاق سیاسی مهم تو ایرانه. تا مردم ببینن که جمهوری اسلامی با یه دختر 19 ساله چه رفتاری کرده، و همین الان وقتی تردست میاد توی روزنامه های ایران حرف میزنه، بعد از 7 سال میگه ریحانه تنفروش بوده. این به نظر من فوق العاده غیر انسانی این رفتار. اولا اون اسیر شماست تو زندانتونه، ثانیاً ریحانه تنفروش نبوده. ریحانه میگه ریحانه داد و ستد میکرده و به حالت مشمئز کننده ای راجع به ریحانه حرف میزنه، میگه خدمات میداده به آقای سربندی. این رفتار خیلی ضد زن، خیلی توهین‌آمیزه. همین الان دارن این رفتار رو با ریحانه میکنن. در حقیقت میخوام بگم که پرونده ریحانه یه بخشش سیستم قضایی و یه بخشش رفتار جمهوری اسلامی با زناست.
ریحانه در جریان دفاع از خودش به این ماجرا دوچار شده و حکومت اسلامی تو دادگاهش هم حرف زدن، گفتن این خودشیفته است. تا به نظر من این نشون دهنده نگاه جمهوری اسلامی به زنایی هست که به خودشون مثل آدم نگاه میکنن، به خودشون احترام میذارن و این احترام به خود رو نشون میدن به آخوند و قاضی و دستگاهی که اونجا کار میکنن. همونطور که خانم عادی اشاره کردن، تظاهراتی که در تبریز برگزار شد در پاسخ به این فتوای یا هرچه خواست رهبر اون وقت جمهوری اسلامی خمینی یا روسری یا توسری، در تهران هم و شهرهای دیگه هم تظاهراتی برگزار شد. واقعیت این است که از 23 بهمن ما تا به امروز در مسیر آنچه که مبارزه علیه قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی خونده میشه، در صف نخست همواره زنان ایران بودن، به ویژه در مورد قوانین مربوط به زنان. تظاهرات در تهران هم برگزار شد در برابر نخست وزیری اون زمان که آقای مهندس مهدی بازرگان بود، نخست وزیر دولت انقلابی. اما تظاهرات بانوان گرامی ایرانی برای حفظ کردن حقوقی که طی تاریخ با زحمات بسیار به دست اومده بود، متهم شدن بانوان گرامی ایرانی، بیشتر از سوی جناحای چپ و راست، یعنی از سوی شاخه اساسی جبهه ملی که در حکومت دست داشت، امثال آقای سنجابی و کسان دیگه از جبهه ملی و بدنی جبهه ملی در بیرون از دولت بخش بزرگیش، و همینطور سازمان ها و گروه های بسیاری از سازمان ها و گروه های چپ که پرسر و صدا ترینشون با نشریاتی که داشت حزب توده ایران بود، شاخه KGB در ایران، دستگاه اطلاعاتی شوروی وقت، که حتی با بزرگترین اهانت ها نسبت به زنان معترض روبرو شد. در تیترهای نخست روزنامه مردم فردای این تجمع که کسانی مثل آقای روانش همواره شاد باد به عنوان یک شاعر، سیاوش کسرایی نیز در اونجا هر روز شعر میگفت و مینوشت، متهم کردن زنان ایرانی رو به موضوعاتی که این همین حرفایی که در دادگاه جمهوری اسلامی امروز زده میشه. اما آقای محمدی عزیز، در ایران گفته میشه بسیاری از مردان ایرانی از شرایط به وجود اومده در ایران استفاده میکنن، به همین دلیل هست که ممکنه حتی ظاهرا مخالفتی هم با جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی داشته باشن، اما به همین دلیل هست که یک سکوت تقریبا میشه گفت نسبتا مردانه وجود داره در برابر ظلمی که داره به ریحانه میشه، دختر ایران. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟ من خودم فیلمسازی رو میشناسم با تحصیلات اروپایی که از امکان چند همسری در جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک امتیاز دونسته و دارای چند همسرم هست. بفرمایید. البته جناب چالنگی، فکر میکنم سکوت در اون حد هم نیست، ولی خب به هر حال تحت فشارهایی هستن. اما اینکه یه بخشی هستن که خب هرچی که حکومت میگوید، هرچی که قاضی میگوید، هرچی که دستگاه میگوید اصلا قبول دارن، حرفشون هم برای اونها سند هست، ولی بقیه هم واقعا امکان اعتراض بسیار بسیار اندک دارن. فرق میکنه با اینکه یک نفر در خارج از کشور نشسته باشه و خب فعالیت بکنه و آزادی هم داشته باشه، کسی هم دنبالش نیاد دستگیرش نکنه، ولی در همون داخل کشور با همه اون مشکلاتی که هست، فرض بکنید 23 نفر از زنان، اونهایی که توی زندان هم هستن، برای خانم عادی مثلا پیام میفرستن تا جایی که میتونن عمل میکنن. اما به اعتقاد من جناب چالنگی، الان جامعه دچار یک مقدار سرگشتگی هم هست به واسطه اینکه خود آقای روحانی در این نه ماهی که بر سر کار هست، وعده هایی که داده، کارهایی که داره انجام میشه، با این برنامه هایی که دارن درست میکنن مثل فیلم مستند بسازن و غیره و ذالب، الان شما اشاره فرمودید که آقای خامنه ای در نطقشون گفتن کار زنان این هستش که در خانه باشند و وظیفه مادری انجام بدن و کار آشپزخونه رو انجام بدن، و بعد من دیدم در فیگارو
مقاله ای نوشته است که آقا آقای روحانی نظراتش با آقای خامنه‌ای فرق میکنه. چرا؟ چون همون روزی که آقای خامنه‌ای این حرفا رو میزد، آقای روحانی گفتن بله خشونت علیه زنان باید پایان بیابد و یک حرفای کلی اینجوری، در حالی که مجموعه این حکومت به زن یه دید دارد. ایشون از روز اول هم شروع شده، چیز تازه هم نیست و چیزی هم نیست که جمهوری اسلامی زیر بارش بره بخواهد اینها رو برابر مردان طبقه بندی بکنه. آقای روحانی اگر واقعا راست میگوین که حالا که نتونستن این فضای امنیتی رو از بین ببرن، نتوانستن آزادی ها رو پایان به اصطلاح برقرار بکنه، الان در مورد زنان که دارن میگن حداقل یک گامی بردارن، یکی از اون مشکلاتشون رو فرض بکنید، شهادتشون که نصف مردان اون رو از بین ببرن، لایحه‌اش اقلا بدن، لایحه این که یک زن بتواند بدون اجازه همسر یا پدرش از کشور خود، لایحه‌اش اقلا تنظیم کنن که آدم بفهمه که اینها میخواهن کاری بکنن. نه، مجموعاً دیدی که نسبت به زنان دارن واقعا یک دیدیست که موجود درجه دوم حساب میکنن و این رو هم باید واقعا توجه کرد که زنان کم مبارزه نکردن. جناب چالنگ، به نظر من مبارزه‌ای که کردن در هر موردی که توانستن صدای اعتراضش رو بلند کردن، متاسفانه خفه شده. یعنی وقتی میبینیم یک آدمی مثل ریحانه، یک جوان، دختر جوان با کمال وقاحت میگن تن فروش بوده، آدم دیگه چی میتونه بگه؟ وقت در همین کشور آقای مداح اسلحه به دست، اسلحه رو در میاره به سوی یک زن و شوهر شلیک میکنه. حالا در مورد مسئله بند 350 نظری دارم که اگر فرصت شد خدمتتون عرض کنم. خانم احدی عزیز، در همین زمینه تفسیر شما رو میشنویم در مورد اونچه که سکوت مردانه در برابر پرونده ریحانه عزیز هست به نظر برسیم. من این نظر رو ندارم. فکر میکنم که تا اونجایی که به ریحانه برمیگرده، مردمی که در ایران هستن دارن حساسیت نشون میدن. البته زنا بیشتر از مردا، درسته که هم وارد این ماجرا شدن، هم احساسشون رو مینویسن، هم نظرشون رو. ولی تا اونجایی که به تومار اعتراضی برمیگرده، زن و مرد دارن این رو امضا میکنن و من شخصا فکر میکنم که درسته تو ایران یه حکومتی سر کار هست که زنها رو آدم حساب نمیکنه، ولی در این حال این حکومت زن و مرد رو داره اونجا زیر پا له میکنه و به یک معنا من فکر میکنم بخشی از مردا واقعا لم میدن به این مقررات و به این به اصطلاح حالت ضد زنی که حکومت داره، ولی همه در زندگی خودشون میبینن که این حکومت ضد همشونه و همه دارن مبارزه میکنن. به نظر من امیدواریم چنین باشه، امیدواریم روند اوضاع به سمتی بره که مردان و زنان ایرانی به یک نسبت به مسائل مربوط به حقوق شهر و حقوق بشر در ایران حساسیت نشون بدن. ریحانه رو اگر بیگناه میدونن چون دختر خودشون بدونن، چون کس و کار خودشون بدونن و برای نجات اون تلاش بکنن، که شواهد نشون میده اون بیگناه هست، که تازه اشاره کردیم چنانچه حتی جرمی رو مرتکب شده باشه، با ضربات چاقو از خودش دفاع کرده باشه در برابر مردی که قصد حمله به اون داشت، قصد تجاوز داشت، این در بسیاری از جوامع متمدن جرم شناخته نمیشه، دفاع از خود و دفاع از نفس. اما خانم احدی عزیز بفرمایید که نهادهای بین المللی تا الان چه اقداماتی به عمل آوردن، چون شما در ارتباط هستین در این زمینه با نهادها. بله، تا اونجایی که به آقای مثلا احمد شهید و سازمان ملل برمیگرده، خانم افشینجان با ایشون ملاقات داشتن و آقای احمد شهیدی بیانیه دادن و سازمان ملل رسما اعتراض کرد. مسئله اینه که مقامات جمهوری اسلامی به احمد شهید هم شروع کردن به فحاشی. مثلا لاریجانی چند روز قبل گفت چرت و پرت میگه احمد شهید و هرچی از دهنشون اومد به آقای احمد شهید نثار کردن در طول این مدت.
از طرف دیگه ما نمایندگانمون با اتحادیه اروپا نشست داشتن و ما همه به اصطلاح امضاها رو بعد از اینکه 100 هزار امضا شد برای خانم کاترین اشتون و برای بان کیمون و مقامات به اصطلاح عفو بین الملل و غیره فرستادیم و گفتیم الان ما تومار اعتراضیمون شده 100 هزار نفر، الان البته شده 161 هزار. و بعد سازمان عفو بین الملل بیانیه داد، سازمان ملل تو جلسه رسمی خودش تو بخش حقوق بشر راجع به این موضوع حرف زدن و اتحادیه اروپا یک بار سفیر جمهوری اسلامی در شهر بروکسل را فرا خوند که معاون سفیر رفته بود اونجا و اونا رسما به این موضوع اعتراض کردن. به نظر من کمپین نجات ریحانه در حقیقت با توجه به اینکه هزاران نفر این را امضا کردند توجه های زیادی را به خودش جلب کرد و اینجا اضافه کنم اتفاقاتی که در ایران افتاد از جمله اینکه مادری یک به اصطلاح جوان رو بخشید در پای چوبه دار در شهرستان نور باعث شد که توجه رسانه های بین المللی به این موضوع، به موضوع مبارزه علیه اعدام، به موضوع ریحانه جلب بشه. الان مثلا من در آلمان زندگی می کنم، تمام رسانه های آلمانی، مهمترین رسانه هاش از اشپیگل گرفته تا سوید دویچه سایتونگ و غیره راجع به ریحانه مطلب نوشتن و امروز خوشبختانه باید اعلام کنم که دانشجویان دانشگاه تریر در آلمان یه دونه صفحه رو باز کردن در بر علیه اعدام ها در ایران و برای نجات ریحانه و اعلام کردن در سراسر آلمان روز 10 ماه می میرن تو خیابون دانشجوها و میخوان بگن که ریحانه باید آزاد بشه. به نظر من این حرکت ها خیلی مهمه و ما تونستیم، میدونم که خیلی ظلم زیاده تو ایران، میدونم خیلی ها را اعدام کردن، میدونم که فقط میتونیم تعدادی رو نجات بدیم، ولی یه ذره سمبولیک شده موضوع کمپین ریحانه و تونسته توجه های زیادی رو به خودش جلب کنه و امیدوارم که بتونن روز 10 ماه می در آلمان سراسری جوونا برن تو خیابون، میخوان کنسرت بذارن تو خیابونا، میخوان عکساشونو بفرستن روی صفحه فیسبوکی و میخوان بگن که جوونای آلمان میان ریحانه رو نجات بدن. خب در واشنگتن هم تظاهراتی برگزار شده بود که تقاضا و خواستش جلوگیری از اعدام ریحانه بود، ریحانه جبار. من این توضیح رو همینجا بدم، این قانون قصاص و این قوانین شرعی که در جمهوری اسلامی به اجرا در میاد و مستمسک دستگاه قضایی ولایت فقیه هست، اشکالاتش به جای خود بحثیست، روزی به طور مفصل با حقوقدانان در واقع صحبت میکنم حتما. اما امروز روز که این موضوع در پیش هست، در برابر همه مردم هست، اعدام ریحانه، جلوگیری از اعدام ریحانه، ببینید به یک نکته حتما باید اشاره بشه، این که پدر و مادر مرتضی سرمدی فرزندشون هر کاره بود، این رو هم باید توجه داشت که به هر حال پدر و مادر هستن، هر کار از بابت حتی در وزارت اطلاعات بوده، حتی هر شغلی که داشته. اما ته دل این پدر و مادر به هر حال سوخته، فرزندی از دست داده شد. اون چی که میشه تقاضا کرد، خواست از این پدر و مادر داغ دیده هم این هستش که واقعا به دنبال عدالت باشه، جستجوی عدالت باشه. اینکه قاتل واقعی مرتضی سرمدی چه کسی هست و حتی در بدترین وضعیتش این هستش که دختر خودشون رو بگذارن در به جای ریحانه جباری که مورد حمله مردی قرار می گرفته به قصد تجاوز، اگر دختر خودشون، حتی دختر خودشون چنین اقدامی انجام میداد و ناخواسته اون مرد رو در دفاع از خودش به قتل میرسون، آیا باز همین احساس رو داشتن؟ آیا راضی میشدن دخترشون اعدام بشه؟ آیا کار دخترشون درست نمیدونستن که دفاع کرده از خودش؟ این من عادت ندارم زبان به توصیه و نصیحت و این مسیر حرف رو باز کنم، اما اولین بارش که چنین کاری رو انجام دادم، چون جان انسانی در میونه و جان انسان‌های بسیار 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 در دیگه. این
نکته بود که من مایل بودم توجه بدم پدر و مادر مرتضی سرمدی رو و شما بینندگان عزیز رو که به این نکته نیز توجه همه میدونم دارید و خواهید داشت. با شما عزیزان خواهیم بود پیش از آن که به بند 350 اوین برویم. تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز، این دستگاه قضایی که سخنگوش آقای محسنی اژه‌ای است، تاجر بسیار بسیار سرشناس نفت در ایران، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای و قاتل بسیاری در ایران. کم کم زندانیان بند 350 چیزی هم بدهکار میشن، سناریو داره به سمتی میره که حمله کردن، زندانبانا رو کتک زدن، شراب سازی را انداخته بودن در زندان، ماهواره هم که داشتن. کم کم یه دو قدم بعدی این هستش که نایت کلاب هم را انداخته بودن در اوین. آقای محمدی، اینایی هم که زخمی شدن خب خودشون لابد در درگیری های داخلی خودشون در نایت کلاب اوین بند 350ش در و بحثشون شده راجب هرچی دعواشون شد. اینو چطور ارزیابی می‌کنی؟ چطور می‌شه بیان چون این حرفایی رو بزنن آقای محمدی؟ جناب چلنگی، خود ماجرا روشنه. یک عده زیادی از واحدهای گارد زندان آمدند، ریختند به بند 350 زندانیان سیاسی و همه را از دم تیغ گذروندن، از دم باتون گذروندن، تونل باتون درست کردن، زدن و مضروب و مجروح کردن. تا یعنی تردیدی در این قضیه اصلا وجود نداره. اما به چند نکته باید توجه کرد به اعتقاد من. اول آمدن گفتن که چون بعضی از زندانیان به نحوه بازرسی اعتراض داشتن، درگیری پیش آمد و در این درگیری اونا زخمی شدن. بسیار خوب، این دفعه اولی نبوده که نسبت به بازرسی اعتراض دارن. اگر هم 4 نفر اعتراضی دارن، میشود اونها رو تنبیهشون کرد، برد مثلا زندان انفرادی 2 شب، اصلا برد دادگاه دوباره محاکمه کرد. دلیلی نداره که بریزن همه زندانیان رو اینجور مضروب و مجروح بکن. و این دروغ است. چرا؟ خاطر این که ما میتونیم از زندان رجایی شهر هم نیروهای کمکی آوردن. پس کجا میدونستن که میخواستن اعتراض بکنن؟ بس شما از زندان رجایی شهر در این فاصله نیرو بیارید که اینها رو بزنید و مضروب و مجروح کنید. این یه طرف قضیه. خب حالا میبینیم که گروه های آمدن زدن زندانیان رو. خب حالا مقامات قضایی اقلا باید برسن، حد اقلش این استش که بیاین رسیدگی بکنن، عذرخواهی بکنن و مسئولین رو برکنار بکنن و اگر واقعا درست میگن محاکمه بکنن. این کاری که نکردن، هیچ، آمدن ارتقاء مقام دادن به آقای رئیس سازمان زندان ها. ایشون شد رئیس کل دادگستری تهران و قاضی شعبه 1. ارتقاء مقام دادن، بعد گفتن خیلی آدم شایسته است. خب آقای محمدی، آیا جای تعجب داره؟ شما ببینید این مسیری بود که از 23 بهمن ما نه جای تعجب نداره جناب چلنگی، همون رو میخوام عرض بکنم. ببینید امروز به کلی خب ببینید آقای محمدی، آیا جای تعجب داره؟ ببینید در نظام از زمان به قدرت رسیدن، بله، ولایت فقیه در ایران یک سنت بوده. بله. شما حالا بگذاریم از کسانی که رفتن آدم کشتن در همین مسئولیت هایی که امروز محسنی اژه‌ای و بقیه هستن و بقیه قاضی صلواتی مثل موسوی تبریزی، بله، نقش ایشون در کشتارهای تبریز، خانم احدی احتمالاً اطلاع دارن که بله. چقدر ایشون آدم کشته دارن، چقدر ایشون تلاشش موثر بوده که سرپوش گذاشت بر پرونده سینما رکس آبادان. این قضیه ریحانه
جباری که تلاش میکنه سرپوش بزنن بر قتل قاتل و هرچه که بوده حقیقت رو پیدا نشه. خب امروز هم اصلاح طلب هست، کسی هم ازش صحبتی نمیکنه، همین مونده پس فردا بیاد مثل داری از اصلاح طلبای مهاجر هابرماس یا کارپوپر رو هم راجبش صحبت کنه. آقای موسوی تبریزی یه دنیا بهش امید دارنه. همین آقای پور محمدی مگر کم در کشتارها دست داشت؟ بله. قتل عام زندانیان در دهه 60. بله. مزید دادگستری شده، اون هم در دولتی که ظاهرا تلاش میکنه بگه ما با دولت‌های قبلی فرق می‌کنیم، دست کم با دولت احمدی نژاد. بله. شما تعجب می‌کنید؟ نه من تعجب نمی‌کنم جناب چلندی. من فقط ماجرا رو می‌خوام عرض بکنم و به یه نتیجه برسم. و اون این هستش که درست است. از روز اول هم یعنی همه میدانند که با نظام سرکوب و خشونت توانسته حکومت بر سر کار بماند. غیر از مسائل یعنی مقاطعی مانند جنبش سبز، مانند سال 67، مانند جنبش دانشجویی که دست به کشتار وسیع زدن، همواره همین فضای امنیتی وجود داشته. حالا چه شده استش که اینها دوباره میخواهند یه همچین داستان رو؟ چون باور کردنی نیست به خاطر اعتراض نسبت به بازرسی این همه لشکرکشی کنن و بعد بیان جایزه هم بدن، ارتقا هم بدن و بعد رئیس قوه قضاییه بگوید که اینها اصلا خودشون مقصرن، چون چاقو و نمیدونم سیمچین و ناخونگی رو از این چیزا داشتن نمیدونم وسایل ماهواره‌ای درست میکردن یا مشروب درست میکردن، درست جای قاتل و مقتول رو عوض کردن. چیه داستان؟ ببینید جناب چلنگی، من اینو میذارم در کنار این که فرض بکنید مانور نظامی بسیجی ها بود است در چهارم و پنجم اردیبهشت برای مقابله با تهدیدات داخلی، و بعد نگاه میکنیم از اون طرف میبینیم مسئله یارانه ها گیر کرده، واقعا نمیتوانند بدن، بحث به کنار آمدن با غرب هم مشکل شده. اجمالا میخوام نتیجه بگیرم که نظام داره خودش رو برای یک واقعه دیگری آماده میکنه، یعنی میداند که طغیانی در راه است و از الان داره رعب و وحشت ایجاد میکنه، ولی هیچ دلیلی نداره بریزن تو زندان ها اینجور قل و غم بکنه یا مانور نظامی بدن در خیابان های تهران و شهرستان ها برای اینکه تهدیدات داخلی رو خونسا بکنه. این هستش که برنامه 305 بند 350 رو یک برنامه ریزی شده و سازماندهی شده میدونم جناب شما. خانم احدی عزیز، ببینید شما اشاره به احمد شهید کردید، ایشون در پاسخ به اون حرفای لاریجانی حرفی زد قابل توجه. این که وقتی به من که احمد شهید نماینده سازمان ملل متحد هستم چنین میگن و چنین اهانت میکنن، دیگه ببینید با مردم ایران چی میکنن. از جمله نمونه حرف آقای احمد شهید همین حمله به زندانیان بند 350 هست. تفسیر شما رو میشنویم و اقدامات بین المللی در این زمین. بله، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، آقای احمد شهید خب از وقتی که نمایندگی و گزارشگر ویژه سازمان ملل شده، همیشه وقتی گزارش میده این جوابا رو میشنوه. اولا میگن که رفتی با ضد انقلاب حرف زدی، بهش اینو میگن، و ثانیا به خودش توهین میکنن رسما. تا اونجایی که به حمله به زندان اوین برمیگرده، به نظر من جمهوری اسلامی الان داره میبینه که اون سکوتی که بعد از اومدن روحانی و به اصطلاح قول و قرارهای روحانی که اوضاع بهتر میشه و غیره در سطح رسانه های بین المللی و در سطح نهادهای بین المللی متاسفانه به وجود اومده بود، الان این شکست این سکوت، و به نظر من این مهمه. یعنی ما یا من به عنوان کسی که فعالیت دفاع از حقوق بشر میکنم و افشاگری میکنیم در سطح بین المللی، میدیدیم که بعد از اومدن روحانی درست مثل دوره خاتمی یه عده دیگه این حل با حل ما میکنن، میگن اوضاع داره بهتر میشه، و بعد میدیدیم که روزانه چند نفر رو دارن اعدام میکنن و سکوت جامعه بین المللی رو شاهد بودیم. الان با کمپین ریحان اتفاقا میتونیم ببینیم که این سکوت شکست، و بعد از حمله به زندان اوین دیدیم که سریعا اصل عمل بین المللی رو ما شاهد بودیم. البته خواسته من از همه دولت ها و نشست هایی که باشون داشتم و دارم، مقامات دولت های اروپایی رو که ملاقات میکنم، همیشه این هست که لطفاً
روابط دیپلماتیک خودتون رو با جمهوری اسلامی قطع کنید و اعلام کنید مادام آدم میکشی، مادام ریحانه و ریحانه ها رو اینطوری اعلام میکنی، باید روابط ما از نظر سیاسی با شما قطع بشه یا حداقل سفراشون رو فرا بخونید. به نظر من تا اونجایی که به حمله به زندان اوین برمیگرده، یک نکته این هست که روز جهانی کارگر نزدیکه، پنجشنبه روز جهانی کارگره و کارگرها فراخوان تظاهرات راهپیمایی دادن. جمهوری اسلامی میدونه که با فقر و فلاکتی که تحمیل کرده به کارگرها در ایران احتمال داره که اعتراضات گسترده اجتماعی پیش بیاد. می‌کنم اینا رو در نظر داشتن که نشون بدن که بالاخره هر اتفاقی بیفته ما سرکوب می‌کنیم. ولی منم موافق حرفای آقای محمدی هستم، تمام این اقدامات از سر واقعا استیصال و این هست که جمهوری اسلامی میترسه از مردم و فکر میکنه که رشته از دستش میره. اعتراض زیاد چرا باید میترسه؟ یعنی چرا میترسه؟ شما چرا اینطور فکر میکنید؟ به نظر من میبینن در روز من میبینن که میدونم که هنوز مدفوق اسلامی مثلا فکر میکنید تا اونجایی که به زنان برمیگرد نگاه کنید لباسایی که زنان ایران میپوشن، ببینید که مدل لباس های زنان، یعنی این خودش یعنی شعار سرنگونی، رنگ لباس هایی که دارن تنشون میکنن یا هر اتفاقی در ایران میافته. مثلا فکر کنید همین کمپین ریحانه 161,000 امضا کم نیست، اونا اینو میبینن، در ایران تعداد زیادی دارن امضا میکنن. یعنی همین اتفاق که موضوعی شده که خانواده های مقتول الان آقای چالنگی در یک هفته گذشته 17 مورد اومدن گفتن ما میبخشیم، یعنی تناب و دار رو دارن از جمهوری اسلامی میگیرن و به نظر من تناب و دار برای حکومت اسلامی مهمه، برای اینکه وحشت ایجاد میکنه. یعنی میخوام بگم از هر طرف دارن نگاه میکنن، مثلا ماهواره میدونم، همه اینا مردم در عمل یه جور دیگه زندگی میکنن، یه جور دیگه تیک میزنن، یه جور دیگه دارن زندگیشون رو سازمان میدن و حکومت اینو میبینه. به نظر من از این میترسه که کل رشته از دستش در برزیل، میترسه مردم بریزن تو خیابون و تعیین تکلیف کنن، به خصوص اگر ترس وحشت اعدام رو سرشون نباشه. و به این معنا به نظر من اوضاع، من شخصا آدم امیدواری هستم و فکر میکنم که جمهوری اسلامی در موقعیت وخیمی الان گیر کرده و میتونیم به طرف این بریم که حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم. آقای محمدی عزیز، در همین مسیر کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، این که چرا جمهوری اسلامی اونطور که خانم عهدی اشاره کردن از مردم هراس داره و مثلا اجازه نمیده جشن کارگر روز اول ماه می با برگزاری راهپیمایی انجام بشه؟ بله. چرا؟ چطور میگید؟ همونجوری که عرض کردم، اولا که به طور سیستماتیک نقض حقوق بشر انجام شده در طول این 35 سال و به بهانه‌های مختلف هم گهگاه بسیار گسترده شده و بعضی مواقع هم هست که از ترس اتفاقاتی که در راه هست جمهوری اسلامی درجه وحشت و ارعاب رو بالا میبره. الان یکی از اون است. به اعتقاد من چون مسئله یارانه ها در میان است، از طرف دیگر با غرب هنوز نمیتوانند به توافق برسند، تازه برسند هم پولی حاصل نخواهد شد، یارانه ها را مردم نرفتن انصراف بدن، بنابراین سختی تازه‌ای در راهه و احتمال داره که مردم به یک طغیان دست بزنن. تمام این سرکوب ها برای این هست که اون طغیان و اون شورش عمومی رو جلوش رو بگیرن و الا هیچ دلیل دیگری برای این همه ایجاد ارعاب و وحشت نمیتوان در این مقطع به دست آورد. و واقعا کمتر از 1 دقیقه خانم احدی عزیز، شما خواستتون در ارتباط با ریحانه جباری در ایران، خواستتون از مردم چی هست؟ هموطنانتون در داخل ایران. خواستم این هست که این پرونده رو تعقیب کنید، نوشته ها رو بخونید، دردنامه و دلنوشته ریحانه رو بخونید، تومار اعتراضی رو امضا کنید، روی در و دیوار اگه میتونن از جوان ها میخوام شعار بنویسن نه به اعدام، نه به اعدام ریحانه جباری. میشه انواع اقسام ابتکارات رو به خرج برد، میشه کارهایی کرد تو ایران که خیلی هم خطرناک نباشه ولی کمکی باشه برای نجات ریحانه جباری.
همچنان که مادر و پدر فتیها، دو برادر ایرانی که اعدام شدند، چون خواستی رو مطرح کردن، و بسیاری دیگه از ایرانیانی که کسانشون در جمهوری اسلامی اعدام شدند چون این خواستی رو مطرح کردن. من در اینجا باز هم میگم روند قانونی، سیر قانون، قوانین جمهوری اسلامی آیا هدایت میکنه حقیقت یابی رو، به حقیقت دست پیدا کردن در جمهوری اسلامی با قوانین و ساختاری که داره، یا یافتن حقیقت کار ساده است؟ و اگر یافته شد آیا بر اون خاک و کولوار یا چه از کنم کوی از خاک بر اون نمیریزن؟ این یک مسئله است. و اگر در پی اون آیا وقتی حقیقتی پیدا شد عدالت اجرا خواهد شد؟ این ها موضوعاتی است که امیدوارم در برنامه های دیگه بهش بپردازیم. اما نکته اساسی این هست که با دور از این قوانین، باز پدر و مادر آقای سرمدی گفتم فرزندی رو از دست دادن، فرزندشون هر کاره که بود، باز برای اونها بعد فرزندشون هست یا سوخته هستن، اما از اونها میشه خواست که دنبال حقیقت باشن، همونطور که خانم احدی هم خواست ببینن قاتل واقعی فرزندشون کی هست. و از طرف دیگه اگر هم ریحانه گفتم مرتکب چنین قتلی شده باشه، دختر خودشون رو به جای ریحانه بگذارن، اگر در چنین شرایطی بود و دست به چنین کاری میزد، آیا واقعا همین پدر و مادر به اون احسنت و آفرین نمیگفتن در وضعیتی که هست که ناموس خودت دفاع کردی؟ هر حال امیدوارم اونها هم بپیوندن به کمپین جلوگیری از اعدام ریحانی جباری، ضمن تسلیتی که به هر حال برای اونها داریم به عنوان پدر و مادر. با سپاس بسیار خانم احدی عزیز و آقای محمدی عزیز نیز در لندن، و با پوزش از بینندگان اگر برنامه در خلال برنامه اشکالات فنی مشاهده کرده استثنایی بود، در آینده امیدواریم چون اشکالاتی نباشه. به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم تینا، کارگردان برنامه علی عزیز، مسئول استودیو رضای گرامی، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنه با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز تفتان، البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری، الوند، کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، شادیتان روز افزون باد. ¶¶